سرخط خبرها و مهمترین ها، بازداشت یک جوان در اندراب بغلان، مدیر استخبارات طالبان در ولسوالی دیصلا پول می خواهد. افراد رئیس استخبارات طالبان در تخار یک تاجر ملی طلا را به قتل رساندند. جسد یک زن جوان در سمنگان پس از یک شبانه روز ناپدید بودن پیدا شد. و همچنان در پایان، جیدهای لرزه‌ای پاکستان آسمان افغانستان را محاصره کرد. مشروع خبرها. منابع محلی در ولسوالی اندراب بغلان میگویند که قاری قدیر مدیر استخبارات طالبان در ولسوالی دیصلای اندرابها یک جوان را بازداشت کرده و در بدل آزادیش پول میخواهد. منابع میگویند که این جوان سید خلیل نام دارد و باشنده روستای سنگبران این ولسوالی است. وی حدود 26 سال سن دارد و 5 روز پیش از این ولسوالی بازداشت شده است. با گفته منابع طالبان، خلیل را بدون هیچ گونه دلیل بازداشت و از خانواده او پول یا سلام مطالبه کردند. مردم محل در روستای سنگبران میگویند که این جوان مصروف دهقانی بود و با هیچ گروه ارتباط نداشت. از جانب منابع میافزند که قاری قدیر در مناطق دره جر، کاستراش، قاسان، بنو، تقانک و سایر مناطق هر روز مردم را به بهانه های گوناگون بازداشت میکند و از آنان پول و سلام میخواهد. طبق اظهارات منابع طالبان، در پی بازداشت جوانان و مردان در ولسوالی های اندراب، آنان را به شدت شکنجه و لاتکوب میکنند. بازداشت شهروندان کشور توسط طالبان و باجگیری از آنان مورد تازه نیست. چند پیش منابع در کابل و ولایت‌های شمال پایتخت گفتند که این گروه روند بازداشت نظامیان حکومت پیشین و غیر نظامیان را در بخش‌های مختلف کشور افزایش دادند و در بدل آزادی آنان پول و سلام می‌خواهند. افراد رئیس استخبارات طالبان در تخار یک تاجر محلی طلا را به قتل رساندند. منابع محلی در تخار میگویند که یک تاجر محلی از سوی افراد رئیس استخبارات طالبان در تخار به دلیل امتناع از پرداخت سهمش در معاملات خرید و فروش طلا به قتل رسید. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که این تاجر شاولی نام داشت و افراد وابسته به قاری محمد نبی عابد رئیس استخبارات طالبان در تخار او را 20 روز پیش یعنی 8 اوت در منطقه پوزخور از مربوطات شهر طالقان تیرباران کرده است. رئیس استخبارات طالبان از شاولی درخواست 3 میلیون افغانی داشته است. به گفته منابع، شاولی در ولایت‌های بدخشان، تخار و کندز مصروف خرید و فروش طلای خام از معدنچیان کوچک بود. طالبان در تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. جسد یک زن جوان در سمنگان پس از یک شبانه روز ناپدید بودن پیدا شد. منابع محلی در سمنگان از کشف جسد یک زن خبر می‌دهند که یک روز پیش از مرکز این ولایت ناپدید شده بود. منابع مردمی می‌گویند که جسد این زن جوان از روستای دره کلان شهر ایبک توسط باشندگان محل پیدا شده است. بر روایت منابع، زن جوان تماس دریافت می‌کند که در آن از وی خواسته می‌شود که به چمن مرکزی جوار حوضه اول پلیس طالبان در شهر ایبک برود و کمک نقدی از سوی یک سازمان خیریه دریافت کند. پاکستان در حملات شب گذشته از 3 هواپیماها یعنی با 12 بمب لیزری هدایت شونده استفاده کرده است. یک حساب مربوط به ارتش پاکستان گفته است که موازی تی تی پی در مناطق از خاک افغانستان با 3 هواپیما حامل بیش از 12 بمب هدایت شونده لیزری دقیق هدف قرار داده شده است. این حساب مربوط به ارتش پاکستان با نشر پست در اکس گفته است که نیروهای هوایی این کشور از 3 هواپیمای اصلی برای این عملیات در خاک افغانستان استقبال کرده است. در متن پست همچنین آمده است که نوعیت جدهایی که در این حمله از آن استفاده شد JF-17 و 2 جد دیگر بوده است. در ادامه این پست اضافه شده است بیش از 12 بمب هدایت شونده لیزری بسیار دقیق توسط این 3 هواپیما با دقت 100% بدون آسیب جانبی برای انجام عملیات ضد رسی در منطقه استفاده شد. در این پست به نقل از ارتش پاکستان از حملات هوایی شبانه بر پکتیکا و خوست عملیات ضد رسی بزرگ ضد شورش نام برده است. ارتش پاکستان تا اکنون به گونه رسمی درباره نوعیت این هواپیماها چیزی نگفته است. پاکستان با نشر بیانیه هدف از این حملات هوایی را که منجر به تلفات غیر نظامیان در پکتیکا و خوست شد مبارزه با تروریسم عنوان کرده است. طالبان در واکنش به این حملات پاکستان مواضع نظامیان این کشور در امتداد خط ایران را هدف حملات سنگین قرار دادند و جنگ میان دو طرف هنوز ادامه دارد. فعالیت یک سازمان امدادرسان سوئدی پس از 40 سال در افغانستان متوقف شد. تابستان سال گذشته رژیم طالبان به دلیل قرآن سوزی ها در سوئد دستور منع فعالیت کمیته سوئد برای افغانستان را اعلام کرد. کمیته سوئد برای افغانستان که حدود 40 سال در زمینه آموزش و بهداشت افغانستان فعالیت داشت اعلام کرد برنامه هایش به دلیل مرجعیت های رژیم طالبان متوقف شده است.
آندریاس استفانسون دبیر کل کمیته برای رادیو سوئد گفت تصمیم توقف فعالیت این کمیته به درخواست رژیم طالبان و به دلایل امنیتی جا شد. استفانسون افزود نمیتوانم کارکنانمان را در معرض خطر قرار دهیم. دبیر کل کمیته سوئد برای افغانستان گفته فعالیت این کمیته از تابستان 2023 با چالش مواجه شد، یعنی از وقتی که طالبان در اعتراض به قرآن سوزی ها در سوئد دستور توقف تمام فعالیت های سوئد در افغانستان را صادر کرد. با وجود این چالش ها کمیته سوئد برای افغانستان فعالیت خود در زمینه آموزش و بیداشت همچنان در بخش های از افغانستان ادامه داد، اما به گفته استفانسون پیغام های طالبان افزایش یافته است. با این حال وای ابراز امیدواری کرد که این کمیته بتواند از طریق دیگر سازمان‌های همکار خود که در افغانستان حضور دارد به زنان و دختران و معلولان کمک کند. کمیته سوئد برای افغانستان در سال 1981 پس از اینکه شوروی افغانستان را اشغال کرد با هدف امدادرسانی به آسیب دیدگان جنگ فعالیت خود را آغاز کرد و با تأسیس مدارس و مراکز درمانی به هزاران زن و کودک و فرد دارای معلولیت خدمات ارائه کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و پس از قرآن سوزی ها در سوئد با انتشار پیام گفت تا زمانی که به خاطر این عمل شوم از مسلمانان طلب عفو نشود، امارات اسلامی بر توقف کل فعالیت های سوئد در افغانستان امر می کند. ارگان های مربوط امارات اسلامی موظفند برای عمل به این امر عاجل دست به کار شوند. طالبان از دیگر کشورهای اسلامی نیز خواست در تعامل و تماس با دولت سوئد تجدید نظر کنند. پس از این اقدام طالبان، کمیته سوئد برای افغانستان در ادلای خواستار رفع این محدودیت ها و فراهم ساختن زمینه فعالیت های بشردوستانه شد، اما طالبان محدودیت های وضع شده را لغو نکرد. بر اساس گزارشی که در وبسایت این کمیته منتشر شده است، در سال 2022 بیش از 133,000 کودک که 60% آنها دختر بودند و در بیش از 3,000 صنف آموزشی مدارس این کمیته شرکت کردند. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 2,500,000 بیمار که بیشتر آنان زنانند هر سال از مراکز درمانی این کمیته خدمات دریافت میکردند. در 40 سال گذشته فعالیت کمیته سوئد برای افغانستان در مناطق روستایی بهداشتی و دوردست و بر گروه های اقلیت متمرکز بوده است و هر سال ضمن ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی زمین اشتغال برای صدها نفر به ویژه زنان و افراد دارای معلولیت را نیز فراهم میکرد. کمیته سوئد برای افغانستان که حدود 40 سال در زمینه آموزش و بهداشت افغانستان فعالیت داشت، اعلام کرد برنامه‌هایش به دلیل محدودیت‌های رژیم طالبان متوقف شده است. آندراس استانفون در دبیرکل این کمیته بر رادیو سوئد گفته است که تصمیم توقف فعالیت این کمیته به درخواست رژیم طالبان و به دلایل امنیتی اجرا شده است. استفانسون افزود نمی‌توانیم کارکنانمان را در معرض خطر قرار دهیم. دبیرکل سوئد برای افغانستان گفت فعالیت این کمیته از تابستان 2023 با چالش مواجه شد، یعنی از وقتی که طالبان در اعتراض به قرآن سوزی ها در سوئد دستور توقف تمام فعالیت های سوئد در افغانستان را صادر کرد. با وجود این چالش ها کمیته سوئد برای افغانستان فعالیت خود در زمینه آموزش و بیداشت همچنان در بخش های از افغانستان ادامه داد، اما به گفته استفانسون پیغام های طالبان افزایش یافته است. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشه.